سلام فقط چطورین؟ من سوبی زیرام و خیلی خوش اومدید به پارت دهم بیکام لجند از بازی PS2021. همین الان اگه کانال سابسکرایب نکردین سریع بریم پایین کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتتون رو بنویسید و مثل همشه به من انرژی بدید. دمتونم کلی گرمه. پیج اینستاگرامم الان میاد اینجا، اگه فالو نکردین همین الان لطف کنید برین فالو کنید. مرسی. بزن بریم سراغ ویدیو. خب پارت قبلی خیلی داشت خوب پیش میرفت. بازی آخر هم تیمیا گند زدن به همه چی، یعنی میتونستم دو سه تا پاس گل بدم ولی با درخشش بازیکنامون گل نزدیم و باختیم یکیچ از پیکان و میشه گفت لیگ از دستمون کامل دیگه خارج شد و تنها امیدمون میمونه قهرمانی تو جام حذفی که تو این پارت فینال قراره برگزار بشه. بازی اول تو ورزشگاه آزادی با زباهم بازی داریم، بازی دوم تو ورزشگاه شهدای صنعت مس با مس رفسنجان بازی داریم و بازی سوم فینال جام حذفی جلوی سایپا بازی داریم. بزن بریم سراغ بازی اول. فیکس فرمم عالی، میریم که یه بازی فوق العاده خوب داشته باشیم. بزن بریم. خب ورزشگاه آزادی شبای تهران، میزبان زباهنیم و میریم که یه برد خوب داشته باشیم. من قشنگ کشتم که حداقل با رتبه دوم سوم لیگو تموم کنم. قهرمان هم نشدیم ولی رتبه‌مون خوب باشه، رتبه پنجم اصلا خوب با بچه‌ها یه خورده چی میگم با غیرت کاکان تمومه. اوکی. وای میرفت که گل اول بزنیم، نشد. بدی حمله عالی بود، یعنی حمله واقعا خوب بود و همینطوری حمله کنیم گلو میزنیم راحت. یکم نمیدونم با تعلل پاس میدن توی محوطه توی نیمه زمین خودمون پاسکاری میکنن، اینو درک نمیکنم یه خورده. عالی، یه موقعیت که تو بلاک شد و شهاب گردان مسعود ابراهیم زاده علیزا منظمی باریکلا. خطا ناموسن خطا نبود. حالا داور دوست داشته خطا بگیره دیگه چی کنی. باریکلا حامد جان سریع کار کن. این نیمه گل نخوریم کفایت میکنه، نیمه دوم دوتا تیم از لاک دفاع در میان و این میتونه راحت تر باشه، کار ما رو برای گل زدن راحت تر کنه. این بازی اصلا نتونستیم کاری انجام بدیم، نه به پاس دادن رسیدم نه به موقعیت. کلا از هر کدوم یه دونه داشتم، یه دونه ساند کشیدم که دروازه‌بان رد کرد، یه دونه ضربه زدم بلاک شد. چقدر راحت اجازه دادن در بازیکن بچرخه و ضربهشو بزنه. آسو بنداز بریم میرم بره کنار. سانت عالی، وای نپرید اصلا ضربه بزنه. سانت عالی بود. چند تا پاس این وسط زمین داشتم ندیگه. نیمه اول تموم، منتظر شنیده سوت پایان بازی و همین الان هم به صدا در میاد. نیمه اول بدون هیچ تنشی به پایان رسید ولی نیمه دوم مطمئنن جذابتر رو میرم برای زدن گل برتری. عالی، نزاش به چرخم صاف کنم برای سانت کشیدن. ای وای تنها 25 دقیقه مونده، بازی فوق‌العاده خشک و مسخره بوده و هیچی نداشته دیگه، نه موقعیتش نه چیزی، فقط پاسای مسخره تو وسط زمین داشته و پاسای به عقب از طرف بازیکنه من و هیچی به هیچی. چه
چه بازی مسخره ای بود. خدا ابراهیم زاده من از زمین 10 دقیقه مونده. آیا این 10 دقیقه میتونم گل بزنم؟ خیلی چشم آب نمیخوره، یعنی میشه گفت اصلا چشم آب نمیخوره که بشه گل زد. نه من هیچ کدوم از بازی کنم و یه خطای بد جای بد شاید گل اول اینجا ببینیم. اصلا بعید نیست که گل خوردیم. از رو زبیسکای حتی دیفر هم هست، زبیسکای زن 100% سان کشید خدا رو شکر. ضربه نزد ولی موقعیت هست دیگه، نیست هست هنوز دیگه، واقعا نیست. وای گند زدم، گند زدم دست. اوه 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 شروع کن سریع. آفر با جلو بازی کنین دیگه، ما جلو نیستیم که رو شکم سیری بازی کنیم. وای وای بگوان نساجی شرف داشت حداقل پاس بلند میگشیدن به جلو. اینا 10 تا پاس 7 تاش پاس رو عقبه. این نمیشه، من واقعا نمیگشم تو این تیم مدلی. و 5 واقعا هم کاری نتونستم بکنم و بیشتر از این هم حقم نبود. خوب استقلال اومد سطح جدول، حداقل ما قهرمان نمیشه، استقلال هم قهرمان نشه امیدوارم. ما که کارمون تمومه دیگه، کلاً 12 امتیاز مونده و 10 امتیاز با سطح جدول فاصله داریم و تمومه کار. برو بریم سراغ بازی با مثل رفسنجان. این بازی باید جبران موافات بشه دیگه، من واقعا اصاب مصاب ندارم، فرمم متعادله و میتونم امید به گل زدن داشته باشم. برو بریم. خب باشه شهدای صنعت مصر، آیا این بعدش میتونه خوشیون باشه و به گل برسیم؟ امیدوارم بازم امیدوارم. پاس بد، خیلی بد انداختم پاسو. و یه خوبی داره که الان ترکیب اون هجومیه، اونا دفاعی هستن تو لاک دفاع هستن ولی ما هجومی، همینش باز جای شکرش باقیه. آه خیلی تمر کردم. آفساید من برای این نمیخواستم بدم، برای اون پشت سریه میخواستم بدم، مثلا نیدم که تو آفساید یا نه، ولی بالایی مطمئن بودم که تو آفساید نیست. علکی علکی یه پاس غیر صحیح هم به نامون ثبت شد. علکی علکی رست. سوبسینه عالی بود، ضربه به همون اندازه که سوبسینه عالی بود افتضاح بود ضربه. بله عشان میتونم به چرخم ضربه بزنم، عجله کردم. آسو خیلی خوب رسونده هم ولی عجله کردم دیگه داداشا، شرمنده ببخشید، جبران میکنم. اگه به چمپیونز لیگ صعود نکنه پرسپولیس، من شاید نمونم تو پرسپولیس، نمیدونم و سعی کنم مثلا لژیونر بشم، ولی اگه صعود کنه به لیگ قهرمانان آسیا میمونم تو پرسپولیس و با پرسپولیس میجنگم برای قهرمانی‌های متعدد. این اول تموم شد، بازی فوق‌العاده مسخره و لوس بود. این پارت از اون لوسا بوده تا اینجای کار. گل نداشتیم که هیچی، کم موقعیت به تب بی موقعیت هم بوده. حالا این بازی کلن یه شوده بیرون چارچوب داشت، بازی قبلی از اول هر تیم یه دونه شوده تو چارچوب داشت. این بازی با اینه حالا خوبه اونها لاک دفاع در اومدن. آخه این چه پاساییه؟ چرا اینجوری پاس میدین؟ آفرین اینو رد کن. آفرین چه ضربه ای بود انصافا دیگه، این چه ضربه ای بود وحید جان امیری.
پارت قبلی هم تو بازی آخر دهن منو سرویس کردی، توی موقعیت خراب کردن. محمد قاضی هم تو تا قدرت هجومی مثل رفسنجان اضافه بشه. نگرفتم چرا؟ لایه بدی خوردم. او تعویضم کن برم بیرون دیگه، اصلا خود شد تو این بازی مسخره. بابا پاس رو به عقب چرا بازیکن دارین؟ نذاش سر برا بزنم نامرد. چه زده عملی هم به این مثل رفسنجان شک گرفت. وای وای محمد قاضی بیا جلو بیا جلو. و مدافع این توپ در آوردن. Concentration levels are very good and so is the commitment. This game could yet yield a winner. میرسی نمیرسی نمیرسی پاس بدن. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal. بعد پاس دادم مجبورم خودم بخوام پاس بدم و در اون صورت هم بی‌دقت یه خورده با پاس میدم. اگه خود هوشمندی بازی به صورت چی میگن دلخواه پاس داده، خیلی پاس با دقت تر داده میشه. خطا رو گرفتم، یه جای خوبم خطا رو گرفتن. نمیدن من بزنم، پاس کوتاه بدین من بزنم. وای وای کورنر. دو تا موقعیت دقیقه آخر بازی داشتم، میتونست این گل بود. وای و توی دروازه توی دروازه گل زدم. چه دقیقه ای، دقیقه 93 بازی گل زدن و یه برد خارج از خونه رو به دست آوردیم. خدا رو شکر. سریع دیدم تو پرسیز، گفتم توپو بده به من چون داشت وقت تموم میشد. چرخش خوبه، یه ضربه فوق العاده عالی بود، عالی بود، عالی بود. تمام 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 تمام. اصلا دلم نمیخواست این پارت بدون گل سپری بشه و با یه روحیه خوب بریم برای فینال جام حذفی. یه دوم خوب بودیم انصافا. البته سه تا شوت رو خودم توی فکرام 4 5 دقیقه آخر داشتم. دمم گرم دیگه. 7 و نیم عالی، جبران اون بازی قبلی شد. بزن بریم. خب استقلال باخته، تراکتور هم باخته. اگه این دوتا بازی قبلی و اگه 5 امتیاز از دست میدادم الان 49 امتیاز رتبه سوم رو داشتم و میتونستم به قهرمانی فکر کنم، ولی الان خیلی سخت فکر به قهرمانی، ولی تلاشمو میکنم دیگه، زورمو میزنم. 7 امتیاز فاصله است، 9 امتیاز کلم مونده. 10 تا بازی، 6 تا گل، 3 تا پاس گل تو پرسپولیس این آمارمون بوده و میانگین ریتینگ 6 و 8 و در مجموع کریرمون 28 بازی کردیم، میانگین ریتینگ 6 و نیم، 13 تا گل زده و 5 تا پاس گل. راضی کننده است انصافا برای فصل اول. خب 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 عملا رسیدیم به مهمترین بازی این پارت، یعنی فینال جام حذفی. از سایپا تو لیگ باختیم و این بازی هم یه جام برامون داره و هم حکم انتقام گرفتن از سایپا رو برامون داره. کاپیتان هم این بازی کمال کامیابی نیاست. فیکس هم فرم هم رو به بالاست، عالیه. بزن بریم. خب 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 فینال جام حذفی توی سایپا. فرم هم تا تچ هستی داره بالا، یعنی بهترین فرم ممکن رو دارم برای
مهمترین بازی و حضورم بذارم بهترین بازی رو از خودم نشون بدم. دو تا تیم هم هجومی کار کردن، این خیلی خبر خوبیه، یعنی اینکه میتونیم راحت‌تر هم بازی قبلا با همین درخواست پاس تو به من رسوندن و تک گل بازی رو زدن. این بازی هم تو دیگه میبینم پاسا رو دارن خیلی رو به عقب کار میکنم، مجبورم که ازشون بخوام پاس بدم. عالی و توی دروازه گل نزدم، ولی یه پاس گل خوب برای علی شجاعی فرستادم و تو بازی مهم یکیش بیافتیم جلو بریم برای شاید گلای بعدی، شاید خودم گل بزنم. همین گل باعث شده که اونا توی فاز هجومی بمونن و بتونیم راحت تر حمله کنیم. مرسی. وای چه ضربه‌ای بود. گلم خالی شد دیگه، گفتم برم و خوبم شد رفتم، راضی بودم. الان آقا کسی اطرافم نیست. عالیه، پاس خوب، گل میتونم بزنم و توی دروازه. دیریبل خوشگل، چیکار کار سایپا دیگه تمام. تو همین نیمه اول کار سایپا یه سره شد، دویچ افتادیم جلو و از الان بگیم که اسم پرسپولیس رو جام هک کنه. البته تو ایران این رسم نیست، به هر حال منظورم اینه که جام میتونن برای پرسپولیس آماده کنن، روبانه قرمز ببندن و عالی دیگه. نیمه اول کار رو یه سره کردیم و دیگه هیچ استرسی نداریم. برای اینطوری نمیخواستم پاس بدم خدایی، ولی همون هم داشت میرسید، یعنی اینطوری نمیخواستم انقدر عمق، اصلا نمیخواستم پاس بدم. ای من چه اومدم انقدر عقب. و توی دروازه عقب بودم، اومدم به حمله اضافه شدم. آخرین ثانیه های نیمه اول گل سوم هم زدیم و دیگه رسما تموم کار. دو تا گل، یه پاس گل فوق‌العاده بودن این بازی. یه دقیقه وقت اضافه که یه دقیقه بعید اتفاق خاصی بیفته و تمام. 3-0 پرسپولیس سایپا رو در هم کوبیده و یه انتقام سخت داره ازش میگیره. در چه بازی مهمی، فینال جام حذفی. با این برد یه بازی دیگه، یعنی سوپر جام هم در انتظارمونه، یه جام دیگه هم منظورمه در انتظارمونه و این کارمونه با پرسپولیس دو تا جام شروع کنیم. جام لیگ و یه قهرمان آسیا نشد، ولی همین چیزم کافیه. وای چقدر بد زدم زردم، خوب رسوند با انصافم به هم و من خودم بد زدم. یه خیلی نیازیست خدا به آب آتیش بزنیم. گل زدیم، دبل هم کردم و قهرمانیم دیگه، مطمئنن قهرمانیم و هیچ استرسی نداریم. آیا هتریک میکنم؟ بله، اولین هتریک، اون پارت شروعش بد بود و با چه قدرت نمایی تموم شد. 4 تا گل زدیم، پس تو 4 تا گل هم تاثیر مستقیم داشتن. یه پاس گل، 3 تا گل. و هنوز تا آخر بازی 40 دقیقه مونده. شاید بتونیم سایپا رو 6 تایی کنیم. کاری که پرسپولیس خیلی دوست داره انجام بده همیشه. سه مسلمان پاسو خوب رسونده پاسو جعفری. مرسی آمد لک، مرسی آمد. صاف میکردی خودتو، بد پاس میدادی. ای من باید این اجازه رو بهش میدادم.
خودم عجله کردم و نتونستم جواب کنم که پوکر کنم، ولی همین هتریک فوق العاده است. همین هتریک فوق، اولین هتریک توی کریر فوتبالیم، توی بازی فوتبال حرفه‌ایم و خیلی خوبه. عالی. وای نفس نداشتم. خطا رو گرفت. حالا چی شد اونجا؟ کمال کامیابی نه، خطا رو گرفت. یه پاس کوتاه به من بده. ای نذاش برم، نذاش بازیکن خودی نذاش من حرکت کنم و تمام. تمام. قهرمانی جام هستی و درخش این بازیکن سوبی زیرو. کاپیتان کمال کامیابی نیا قراره جام والی سشن حواسن نبود، زدم رد چون جمعی شدم، ببخشید منو. آره دیگه کلن چون لایسنس سیندیک خیلی چیز خاصی نداره، جام بالا بردن نداره. حالا بکنیم برده بالا سر، خیلی بازی دست ما بود و فوق‌العاده بازی کردم و کامل راضی کننده بود. 8 رو باید به من بده. 8.5 نایس. اون 5 بازی اول کامل جبران شد. خب پرسپولیس 11 تا بازی کردیم، ریتینگ 6.9 میانگین، 9 تا گل، 4 تا پاس گل و تو کریر هم کلا 29 تا بازی، 6.5 میانگین ریتینگ، 16 تا گل، 6 تا پاس گل، واقعا فوق‌العاده است. خب آخر پارت بریم باز آقای گلیار یه چک کنیم. همچنان آقای گل هم مهدی قایدی چسبیده به من. من 13 گلم، مهدی قایدی 12 گله و رقابت حساسه توی 3 تا بازی آخر و باید گل بزنم و این صد جدول آقای گلی از دست ندم. جام حسین با این هتریک اتفاقی افتاد. یس با این هتریک با 3 تا گل شدم آقای گل جام حسفی. قبل از این وحید امیری آقای گل بود ولی الان من آقای گلم. نایس. و حتی بهترین پاسور تیممونم بودم، از سایپا رضا سلیمانی شد بهترین پاسور کل رقابت ها. بعد از اون رتبه دوم من دارم به همراه احسان پهلوان و خیلی خوبه. اوکی رفقا مرسی که تا آخرین پارت منو همراهی کردین. اگه کانال سابسکرایب نکردین همین الان رو اکسترام بزنین کانال سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین، نظرتتون رو بنویسین و مثل همیشه به من انرژی بدید. دمتونم خیلی گرمه. دو تا پارت قبلی بازی هم گذاشتم، اگه ندیدین برید نگاه کنین. مرسی مرسی مرسی، دمتون گرم.